طالبان گزارش نیویورک تایمز در مورد کشتار نیروهای حکومت پیشین را رد کرد. همچنان حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای طالبان در ولسوالی میربچه کود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با مهمترین خبرها از این کانال خوش آمده. تقاضا می نمایم تا پایان این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. در ادامه مشروع خبرها، طالبان گزارش نیویورک تایمز در مورد کشتار نیروهای حکومت پیشین را رد کردند. سخنگوی طالبان گزارش نیویورک تایمز در مورد کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دست افراد این گروه را به اساس خوانده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، طالبان در 6 ماه اول حاکمیتشان بر افغانستان دست کم 500 نفر از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را کشته یا ناپدید کردند. ذبیح‌الله مجاهد در توییت گفته است که امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده و هیچ مجاهد حق ندارد از کسی انتقام بگیرد. و گفته آقای مجاهد، روزنامه نیویورک تایمز با نشر چنین گزارش ها و دشمنی میان افغان ها دامن میزند. مقام های طالبان همواره اذیت، شکنجه و کشتار اعضای حکومت سابق را تکذیب کردند. همچنان حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای طالبان در ولسوالی میربچه کود ولایت کابل. به نقل از صفحه رسمی جبهه مقاومت ملی افغانستان، شریک های جبهه مقاومت ملی افغانستان بر بازگاه های طالبان در کابل حمله کردند. شریک های جبهه مقاومت کودامن میگویند که در حمله شب گذشته بر بازگاه طالبان در شهرستان میربچه کود کابل با آنها تلفات وارد کرده هم. از توجهتان تشکر. برای بهبود مطالب این کانال را سابسکرایب نمایید. تا بسته خبری دیگر، حالا مددکارتان. فراموش نکنین این ویدیو را لایک و به دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. روز سربلند باشد.